درود وقت شما بخیر. طالبان فعالیت زنان در دفاتر سازمان ملل در افغانستان را منع کرد. شورای امنیت سازمان ملل در این داستان نشست را برگزار کرد که ظاهرا این نشست نتیجه مطلوب نداشته. روی همین مورد با خانم نازیلا جمشیدی، پژوهشگر در حوزه حقوق بشر صحبت داریم. وقتتان بخیر خانم جمشیدی، ممنون از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. خانم جمشیدی، به نظر شما سازمان ملل چی ابزارهایی را در اختیار داره که بتونه این تصمیم طالبان را لغو کنه؟ خب ببینیم، سازمان ملل به عنوان یک تشکیل اساسی و جهانی که در بر مبنای حفاظت از حقوق و کرامت انسانی آدم‌ها تشکیل شده، بدون شک از اختیارات و منابع کافی هم برخوردار هست. ولی گپ اصلی ای هست که سازمان ملل در ابتدا باید قبول بکنن واقعیت طالبان، واقعیت امروزی افغانستانه. به عنوان مثال ببینیم، 2 سال پیش اینا آمادن و موضوعات مثل از اینکه طالب تغییر کرده وجود داره، طالب نمبر دوم وجود داره، به اذهان عمومی تزریق کردن و به مردم گفتن که طالبان از اون 20 سال گذشته خود فرق میکنن. و این روز هم اگر ما و شما ببینیم، از در همین 20 ماه گذشته اصطلاحاتی مثل طالب میانه روی وجود داره، طالبی که تغییر کرده و طالبی که مثل رهبران خود نیست وجود داره. این به این معنیه که اینها نخواستن و نمیتونن که قبول بکنن واقعیت طالبان من حیث یک گروه فوق العاده ایدئولوژیست، یک گروه فوق العاده تندرو که با هر نوع مبانی حقوق بشر، با هر نوع افکار و آزادی فردی انسانها کلا مخالفت داره. و همو دوره ایدئال برید گروه طالبان، دوره افغانستان تحت حاکمیت طالبان در سالهای 1990 هست که تمام تلاش خود خورن با میبینیم میکنن که به همون دوره افغانستان پس بکنن. قبول همین واقعیت کمک میکنه که سازمان ملل راهبرد بهتری پیش رو بگیره، به خاطری که اینها به این معنی نبوده که در این مدت 20 سال سکوت اختیار کردن و هیچ کاری انجام ندادن. اینها کارهایی انجام دادن، بعضی ابزارها رو استفاده کردن، ولی نظر به اینکه واقعیت نتونستن بپذیرن کار نداده. بنابراین زمانی که اینها بپذیرند که افغانستان فعلی با یک تحت حاکمیت یک گروه فوق العاده افراطی و تندرو وجود داره که هیچ میانه روی در میان اونها نیست و افغانستان روز به روز به حالت و شرایط از اون به حالت وخیم تر میره، اینها بعد از اون زمان از اون میرسه که همو شورای امنیت سازمان ملل که از اختیارات و صلاحیت های فوق العاده بالایی برخوردار هست داخل مرحله اجرا انجام بشن. و اون رقم هم نیست که اینها نتونن. در گذشته هم ما چه با چنین موارد نقض شدید حقوق بشری و گرسنگی شدید در دنیا روبرو بودیم و همین سازمان ملل تونستن تا اندازه ای مثلا مهار بکنن. بنابراین بهتر هست اینا اول بپذیرن که چی در افغانستان میگذره. طالبان روز به روز این جرأت را از کجا میکنن که با وجود واکنش های جهانی فشار را بر زنان بیشتر میکنن، محدودیت را بر زنان در داخل افغانستان بیشتر میکنن؟ به نظر شما این جرأت را طالبان از کجا میکنن؟ ایدئولوژی، همه اینا ایدئولوژی طالبان است. اینا 20 سال با پای برهنه، با شکم گرسنه در کوه ها جنگیدن تا که کشور، تا که قدرت دوباره به دست بیارن، فقط و فقط به خاطر یک مسئله و اون ایدئولوژی قوی که اینها در رابطه با همو تفاسیر خود خود از اسلام دارن که این نمیتونه. ببینید در طول تاریخ هم ایدئولوژی همیشه تونسته بسیار ابزار فوق العاده قوی هست که میتونه با همه چیز بجنگه. این دیگر در مورد طالبا هم هست. اینها از هیچ امکان نداره که از او باور عمیق خودخو، از او تفاسیر افراطی خودخو از مبانی اسلام دست بردارن به یک افغانستان نوین، یک افغانستانی که بتونه با تکنولوژی جدید، با مهارت‌های جدید کشور به سمت رشد و توسعه ببره. هیچ باور من نیستن. همون رقم که گفتم، افغانستان زمان
که سالهای 1990 یک افغانستان ایدئال هست برای طالبان و تمام همین قوانین سختگیرانه و محدود کننده ای هم که اینها دارن به خاطر بردن افغانستان به همون سالها هست. بنابراین واقعیت همین هست که طالبان حتی ما میبینیم که کشور با گرسنگی به سر میبره، نیروی جوان ما هر روز کشور در حال ترک کردن هستند، اما طالبان از همه ایدئولوژی خود دست بردار نیستن به خاطر اینکه به همون باور عمیق دارن. بله، حتی این که در قسمت کار زنان در سازمان ملل هم میتونن تصمیم بگیرن. خانم جمشیدی، نقش زنان را در ماموریت سازمان ملل در دو دهه اخیر در افغانستان یا به ویژه در دو سال پسین در افغانستان چگونه ارزیابی میکنین؟ خب ببینیم، در این دو سال گذشته ما احتیاج داشتیم به وجود زنهایی که در دفاتر امدادرسانی کار بکنن، نظر به اینکه کشور در یک شرایط به فوق العاده فاجعه بار بحرانی به سر میبره و ما همیشه خبر داریم که زمانی که در زمان بحران متاسفانه همیشه زنها و کودکان متضررین اصلی هستند و به خصوص این که تمام راه‌های اقتصادی به روی زنها وابسته میشه که این تصمیم وضعیت فاجعه باری روی افغانستان داره. اول از اینکه کشور در گرسنگی بسیار شدید به سر میبره و گرسنگی بسیار خطرناکه. گرسنگی بی‌ثباتی رو به بار میاره، گرسنگی ناامنی رو به بار میاره، گرسنگی تروریسم رو به بار میاره و گرسنگی انواع خشونت ها در یک کشور ایجاد میکنه. بنابراین آنچه که تصمیم ای حداقل تصمیم اخیر طالبان تأثیر فوق العاده فاجعه بار روی پیکره زنان در قسمت اول و اجتماع افغانستان در قسمت دوم داره. با وجود این چالش ها که در افغانستان است، چی فکر میکنین ماموریت سازمان ملل در داخل افغانستان میتونه که فعالیت خود را تک جنسی پیش ببره و اینکه آیا امکان امداد رسانی بدون حضور زنان در داخل افغانستان وجود خواهد داشت؟ من نگران ماموریت سازمان ملل در افغانستان هستم به خاطر که همین حالا که ما میبینیم که اکثر کشورهای مطرح و بزرگ یا همو سازمانهای مطرح و بزرگ امدادرسانی کار خود به حالت تعلیق درآوردن، سازمان ملل هم گفته و واضح به طالبان واضح ساخته که بدون حضور زنها ما امدادرسانی کرده نمیتونیم و علاقه مندی هم برای نگه داشتن دفاتر خود در کشورها نداریم. اینا به نوعی اخطار خود دادن و من نگران از هستم که زمانی که تمام این سازمان‌های امدادرسان تنها به عنوان تنها سورسی که میتونه مردم افغانستان در این حالت بحرانی کمک بکنه از کار خود به حالت تعلیق در بیارن با مردم افغانستان چه خواهد شد؟ و امدادرسانی هم در پاسخ به سوال دومش، قسمت دوم سوال شما، باید بگم که نه خیر، زنها جزء عنصر مهم امدادرسانی هستند به خاطر که زنها هستند که میفهمن نیاز زنها چیست. زنها هستند که در یک اجتماع فوق العاده بسته میتونن با زنها صحبت بکنن، از نیازمندی های اونها بشنون و به اونها امدادرسانی بکنن. زنها جزء اصلی سازمان‌های امدادرسانی و حتی پالیسی‌ها و برنامه‌ها و طرح و اجرای برنامه‌های امدادرسانی هستند که متأسفانه طالبان خیلی در افراطیتی که اونا به سر می‌برن اجازه نمیده این امر را قبول بکنن. خیلی ممنون از شما خانم نازیلا جمشیدی که در این گفتگو ما را همراهی کردین.